سلام دوستان، چطورید؟ با هم بریم شیله رو ببینیم. تمامش نیست ولی قسمتیه که خیلی زیباست. وقتی جملتی مانند فکر نمی کنم بتوانم موفق شوم را می گوییم، اساسا تسلیم می شویم و تصمیم می گیریم باور کنیم که خدا برای کمک به ما ظاهر نخواهد شد. اما این اشتباه است. ما به راحتی می توانیم به او اعتماد کنیم، او ما را حمایت می کند و باید تصمیم بگیریم که به وعده او ایمان داشته باشیم که هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. پس همیشه با اراده محکم و ایمان و باور قوی به مسیرت ادامه بده. شیله شهری دوست داشتنی در کرانه دریای سیاه و 50 کیلومتری اسکودار است. مشهور بودن این شهر به واسطه سواحل پهناورشه که بخشی از آن به بزرگ را و بخشی دیگر به راه باریک و پرپیچ و خم به درون جنگل منتهی میشه. بندر ماهیگیری کوچک و خرابه های یک قلعه جنبایی و فانوس دریای این منطقه ارزش دیدن را دارد. در سمت غرب این دهکده سواحل پیوسته و در سمت شرق یک سری خلیج شنی کوچک قرار دارند. این دهکده در ماه‌های فصل تابستان به خصوص جون و سپتامبر کاملا شلوغ و سرزنده است و امکان اقامت در هتل‌ها و پانسیون‌های فراوان دهکده وجود دارد. شیله واقع در سواحل دریای سیاه در قسمت آسیایی شهر استانبول قرار داره. جمعیت این شهر در حالت عادی حدوداً 35,000 نفر تخمین زده شده که این مقدار در فصول گرم سال به دلیل حضور توریست‌ها و گردشگران از سراسر دنیا به حدود 10,000 نفر افزایش پیدا می‌کند. شیله در 65 کیلومتری شمال شرقی استانبول واقع شده و دسترسی به این منطقه با اتوبوس و مترو از طریق میدان تقسیم امکان پذیر است. از طریق بزرگراه اسکودار شیله حدودا 40 دقیقه طول می کشد تا از مرکز استانبول به محل زیبای شیله برسید. از آنجایی که بیشتر سواحل شهر استانبول صخره‌ای‌اند، این منطقه به دلیل داشتن ساحل شنی مهمترین منطقه ساحلی قسمت آسیایی استانبول به شمال میره و هر ساله در فصل تابستان و بهار پذیرای گردشگران بسیاری از سراسر دنیا به خصوص منطقه سرسیری است. قدمت این محله به 700 سال قبل از میلاد باز می‌گرده که در اون زمان یک روستای ماهیگیری بود. در دوره عثمانی یک فانوس دریایی در این محل ساخته شد که امروز به عنوان بزرگترین برج فانوس استانبول شناخته میشه و همکنون یک رستوران کوچک مشرف به دریا در آن احداث شده و آن را تبدیل به نماد این شهر کرده. از آنجا که محله شیله استانبول قدمت تاریخی داره، علاوه بر جاذبه گنجشگری، مکانهای تاریخی دیدنی زیادی هم برای بازدید داره. از جمله قلعه شیله که همین قلعه هست که الان دارید میبینید. این قلعه که به نام قلعه ژنوس شناخته میشه در قرن 14 در یکی از جزایر شیله که همین جزیره هست ساخته شده. آرامگاه مقدس کومبابا. کومبابا آرامگاه یک مسلمانه که در بالای یکی از تپه‌های شیله قرار داره. غار شیله در روستای کیزیل جاکوی قاری وجود داره که گویا تصاویری تاریخی بر دیواره‌های آن دیده شده. همچنین فانوس دریای شیله که گفته شد یکی دیگر از بنای تاریخی دیدنی این منطقه به شمار میره که با طی حدود 72 قدم به سمت بالا میتوانید به منظری زیبا و آرام بخش از دریای سیاه دست یافته و از آن لذت ببرید. این فانوس در دوره عثمانی ساخته شد و امروز به عنوان بزرگترین برج فانوس استانبول شناخته میشه. یک رستوران کوچک مشرف به دریا نیز در فانوس دریای شیله احداث شده و آن را تبدیل به نماد این شهر کرده است. و در آخر شیله به سواحل شنی و آرامش دریای سیاهش مشهوره. طبیعت این ساحل بکر و ممنوع از آرامش است. شما میتونید از قدم زدن روی شنهای داخل ساحل در فصل تابستان لذت ببرید. اگه به حمام آفتاب و تجربه آرامشی بی‌نظیر احتیاج دارید، پلاژهای ساحل شیله قطعا از بهترین انتخاب‌ها برای شما خواهند. این منطقه داره پلاژهای ساحلی متعددی با قیمت‌های متفاوت است که هر کسی با هر سلیقه‌ای میتونه از اونها استفاده کنه. از معروف ترین این پلاژ ها می توان به پلاژ آکوا بیچ، پلاژ لایف بیچ و پلاژ های
دیگه اشاره کرد.